سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. بالاخره من یه لنز حرفه‌ای خریدم برای دوربینم، دوست داشتم با شما آنباکسش کنم. امروز میخوایم این لنز خفن رو با هم آنباکسش کنیم. ویلتروکس 75 میلیمتر، نمیدونم دیده میشه فوکوسش، 1.2 f1.2 یا همون فریمش، اپرچرش 1.2 هستش. این لنز تخصصی پورتره هستش، یعنی واسه عکاسی بیشتر استفاده میشه. ویدیو هم میشه باش گرفت، ویدیو خفن هم میشه باش گرفت، اون چیزی که من توی یوتیوب دیدم ریویو ها. و فوکال لنزش، فوکال لنگس میگن دیگه، 75 میلیمتر و ثابته دیگه، نمیتونی تغییرش بدی. مثلا این لنزی که روی دوربین من هست 16 تا 50 بین 16 میلیمتر تا 50 میتونی زومش رو تغییر بدی، زوم میکنه و این نمیتونی زوم کنی. بریم بازش کنیم. به نظر که خیلی خفن میاد، پرو هم روش نوشته. قیمتش میدونین چنده؟ 600 یورو. من کل این تشکیلات دوربینم با لنزش، نمیدونم با کلی از تجهیزات و شارژر رو نمیدونم همه چیزش، زیر 600 یورو خریدم، بعد یه دونه لنز تنهایی 600. خیلی گرونه. تازه این برند ویلتروکس قیمتش مناسبه. بخوای سیگما بخری، چی باز میشه؟ اینجوریه. بخوای سیگما بخری یا سونی خیلی گرونه. این ضربه میاد بالا اولش. چقدر شیکه، اینه مسئولت آیفون. بذاره حس پریمیوم بودم بده. از این ور اینا رو باز کنم بذار. آره من اینو خریدم تست کنم، مثلا چند تا عکس بگیرم. خیلی عکاسی دوست دارم، ولی خب با لنز کیت سونی ZV-E10 زیاد نمیشه عکس خوبی انداخت، چون اپرچرش 3.5 تا 5.6 و حالا زیاد واسه عکاسی خوب نیستش، نمیاد بیرون. اینا باز شد، حالا اینو میکشیم. این دیگه دقیقا این باکس های آیفونه، قشنگ هلویی اومد بیرون. اینا روشه، لنزم توشه. بذاریم دفترچه‌هاشو میذاریم کنار. اینم داره، اینم میبینی یا نه؟ مخورده اصالت کالا. بله، اینم آب گیرش، رطوبت گیرشه. اینم میکشیم بالا. چه بال اه لنز اینا این تو توی موشم باید. اینم کیفش، اینم کیفش. آره بعد در بیاریم. چقدر سنگینه، چه خبره مگه؟ آروم بیاریم بیرون. گرون ها، این سیزش بشه بیا پسش هم نمیشه داد، شر میشه. حالا براتون میدیوم میگیرم. این شکلیه، این تهشم بسته است، میتونی بازش کنم. باز میشه. این قرمزه زدا بودنشه، تایپ سی هم داره، اگه آپدیت اومد براش میتونی آپدیت کنیم. بعد آره دیگه، اینجا هم کانکت میشه ایمانت، برای سونی ایمان، سری ایمان، اونایی که قسمتشون ایه. یه سری از دوربینا بهش میگن ایمانت، برای دوربینه سونی، این برای اوناست. بعد زلوشم از اولین رو باز کنم. اپرچرش رو میتونم الان دستی باز کنم ببینی. ببینین اون سوراخ کوچولوی وسطش، اون الان آخرشه، یعنی F16ه اون. اگه بذارم تو 1.2 کامل باز میشه، یعنی اون صفحه. برای همین لنزش گرونه و مزیتش اینه، حالا چند تکس باش میگیرم میذارم توی ادیت. ببینین مزیتش اینه که بکگراند تو بلور میکنه. الان میبینی بکگراند من یه ذره بلور شده، یعنی تار شده، خاطر اینکه اپرچر هرچی بیشتر باشه. الان مال من روی 3.5 یه پایین ترین حد ممکن گذاشتم و ISO روی 600 فکر کنم الان اتوماتیکه. هرچی بیشتر باشه، یعنی کمتر باشه این اپرچر، 1.2 مثلا خیلی پایین، از این پایین ترش هم از خیلی گرونه و بکگراند تو بیشتر بلوری میکنه، بیشتر تار میکنه، عکسات خیلی حرفه‌ای تر دیده میشه. خدایی خیلی خفن. اینم فکر کنم باز میشه. آها اینش هم باز میشه و
زیجوری بسته میشه. ای رد شد. نامسن. آها بسته شد. اینجوری یه لنز حرفه‌ای پورتره داریم. چونی از دوستات عکس بگیری، کلی عکس خوشگل بگیری. براتون عکس میگیرم میذارم. من داره قیمتش 600 یورو تو یه سایتی دیدم پایین تر بود، ولی من اعتماد نکردم بهش. من از آمازون سفارش دادم چون اگه میخواستم پسش بدم که احتمالش هم کم نیست، چون واقعا پول زیادیه مخصوصا الان که هنوز من دانشجو هم. ولی خب تصمیم دارم در آینده لنز بخرم، شاید همین لنز رو بخرم یا همینو نگه دارم نمیدونم. ولی چند میخوام تستش کنم، باش عکس بگیرم ببینم اون هدفی که من باش دارم میشه باش بهش رسید یا نه. و اینکه یه دونه گیمبال خود سونی رو خریدم، خود اتوماتیک روشن میشه وقتی نزدیک دورپیم میاد یا دستت به دکمه میخوره، نمیدونم مال خود سونیه و چیز خاصی نداره، نمیدونم چون انقدر گرونه. چند دکمه داره که میتونی عکس بگیری، زومت کنترل کنی. وصله. حواسم نبود بس. الان میتونم زوم کنم. تباله. صد و... این 200 یورو بود توی تخفیف. 127 یورو پول دادم. 127 یورو 99 سنت. خیلیه. چقدر میشه به پول ایران؟ 8 میلیون 9 میلیون پول اینه. واقعا اگه ایران بودم خب طبیعتا این پولی چخ نمیداده، ولی الان همین که زوم میکنم کیف میکنم. باش میشه عکس انداخت، یه دونه هم دکمه داره میتونی تنظیم کنی که اون کاری که تو میخوای باش بکنی، مثلا تنظیماتو بذارید روی این. بعد این لاکش نمیدونم چیکار میکنه دقیقا، چکش نکردم. من بیشتر از زوم و عکاسی و ویدیو گرفتنش استفاده میکنم برای ویلاگایی که از دانشگاه میگیرم. برای کل ویلاگ دیگه از دانشگاه قرار بگیرم، خیلی باحال میشه. از همه زای دانشگاه میخوام، چون از دانشگاه دارم درسم تموم میشه، پایان نامه آخراشه. قبل اینکه از این دانشگاه برم از همه جاش مجوزش رو گرفتم از رئیس دانشگاه کتبی. از همه زای دانشگاه براتون ویدیو میگیرم، از آزمایشگاه هاش، نمیدونم لابراتوری هاش، نمیدونم کارگاه هاش، نمیدونم غذاخوری، کتابخونه، کلاس ها، همه جاش براتون ویدیو میگیرم. بعدش از دانشگاه میرم، احتمالاً بعد اینکه فارغ التحصیل باشم چون دیگه در مورد نمیدونم چیزای دانشجویی و اپلای و اینا دیگه قرار نیست ویدیو بسازم، احتمال زیاد موضوع ویدیوهامو احتمالاً عوض کنم. برای همین گفتم قبل اینکه برم اینا رو بسازم. سیمپل. آره دیگه، اینا رو خریده بودم گفتم نشونتون بدم. بعد این عکسایی که با این من انداختم و الان میذارم نگاه کنی، خیلی قشنگ شده. البته بگم توی ویدیو گرفتن و یوتیوب و اینا بیشتر نور مهمه. الان ببین من یه نور رو خاموش کردم، یه طرف تاریک شده. الان ببین زیادش کنم چقدر فرق میکنه. خب بعد فکر کن این بر نور اصلیمو خاموش کنم ببینیم چی میشه. دوربین مهم هست، لنز مهم هست، ولی نور خدایی خیلی مهمتره. ببین نور اصلیم رفت این شکلیه. ISO رفت بالا تا حساسیت نور بیشتر بشه. الان باز نور رو تنظیم کرد دوربین، ولی در کد میگم اگه میخواین کار یوتیوب، اگه میخواین کار یوتیوب شروع کنین، کار اینستاگرام شروع کنین، میکروفون و نور از دوربین و تجهیزاتی که دارین خیلی مهمتره. اینو فکر کنم همه یوتیوبرها بهتون بگن اگه بپرسین، و خودم هم به این نتیجه رسیدم. و حتی من اگه این ویدیو رو با آیفون بگیرم، البته تو نور کم آیفون به اندازه سونی خوب نیستش چون لنزش بزرگتر، اپرچر بالاتری داره. برای همین میگم نور، صدا، بعدش اگه پول داشتین دوربین و لنز و اینا. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی.